برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این با آرزوی همکاری اسمت تاهره در شبهای عزیز میلیون نفر که قبلا از راه صندوق های رعی ها نفر دیگر را انتخاب کرده بودند باری دیگر با حضور حماسی با میلیون نفر دیگر شرکت نمودند که چون تعرفه های رأی سه ماه قبل از انتخابات تمام شده بود مشت محکمی بر حماسه وارد شد به همین مناسبت حجت الاسلام ابو ترابیفر به دلیل برخورد با قرعه نامناسب از ادامه المپیک انتخابات انصراف داد که این حماسه به طور بیطرفانه در سحن علنی مجلس قرائت و مورد تکبیر حاضرین قرار گرفت در همین در همین راستا ستاد جوانان حامی سعید جلیلی که رهبری یک رای بیشتر به او ندارد آغاز به کار کرد این اتفاق مهیب در حالی می افتد که ستاد پیرمردهای حامی کاندیداهای دیگر قبلا کار خود را آغاز کرده بودند سعید جلیلی با بیان اینکه احسب ناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع علیم پیشا پیش از فعالیت این ستاد تشکر کرد همچنین شورای مستقل نگهبان که همیشه صلاحیت کاندیداها را از نیم ساعت قبل از نام نویسی تعیین می کرد و همین دو هفته پیش صلاحیت کاندیداهای های انتخابات شورای شهر را هم ده دقیقه ای تعیین کرده بود ولی برای صلاحیت کاندیداهای های انتخابات ریاست جمهوری که همهشان ناشناخته هستند پنج روز وقت اضافه خواسته و تازه وزارت کشور هم با خلق حماسه دیگری دو روز بر آن افزود صلاحیت آیت الله حاشمی رفسنجانی را رد کرد این در حالی است که آیت الله احمد جنتی که الان چند وقت است به سن بلوغ رسیده و جوش در می آورد پریروز افسود کسی که با بنز می رود و می آید نمی تواند رئیس جمهور باشد به همین مناسبت عباس علی کت خدایی هم بدون اینکه منظورش حاشمی رفسنجانی باشد افزود شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها ممکن است شرایط جسمی نامزدها را مورد توجه قرار بدهد این در حالی است که قبلا شرایط جسمی نامزدها اصلا مهم نبود به این مناسبت احتمال می رود طی هفته آینده برخی اظهار نظرها بدون اشاره به هاشمی رفسنجانی به این شکل اعلام بشود فردا شورای نگهبان ممکن است شرایط جنسی نامزدها را مورد توجه قرار بدهد پس فردا شورای نگهبان احتمال دارد به اینکه نامزدها می توانند به طور بالقوه ریش در بیاورند یا نه توجه زیادی داشته باشد پس اون فردا باید برای شورای نگهبان احراز بشود که نام برخی کاندیداها آخر اکبر است یا علی اکبر همینطوری که نمیشود شود صلاحیت کسی را تایید کرد پس پس اون فردا برای شورای نگهبان ممکن است مهم باشد که یکی از نامزدها همیشه موقع حرف زدن انگار دارد میخندد یا از قصد میخندد فردای همون روز شورای نگهبان ممکن است باید بداند که نامزدها قبلا مسلحت نظام را چجوری تشخیص دادن با افت یا بی افت پس برداشت، صلاحیت اکبر هاشمی بهرمانی تایید شد هاشمی رفسنجانی را نمیدانیم در همین راستا برخی افراد فضول با طرح این پرسش که حضرت آیت الله العظما امام الخمینی وقتی رهبر ایران شدن ماشاءالله یک کمی هفت سال سنش بود و خود جنتی هم الان از نظر جنسی و جسمی زیاد سنی ندارد پس چطوری است که الان به طور بیطرفانه و مستقل برای کاندیداها علل خصوص کاندیداها شرط سنی و توانایی جسمی مهم است پس الان چرا وضعیت اینجوری است پرداخت که ما مسئولیت مرگ طبیعی وی را بر عهده نمیگیریم تا برنامه بیطرفی دیگر کاندیدامون رو دزدیدن دارن باهاش پوز میدن